Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Islami, mu'minin ikhdaw, amatun bakhuna ikhdaw, khushamati. Arwadigur Islam, kalabore, gushmo, sa'atoy, rahmat, fazl, wa'izzat, wa'burugar, muna, zero ki, faroy, gushmo, behtari, sa'atina ki, sayyidul ayyam, yom. Alhamdulillah bahwa semua dan sayyidul ayam karar durem ki imroz in saat kau, in daqiqah, in nafasah roze asli ki namegan jumu'ah ma dan Qur'an surah durem nami uciyai jumu'ah Yahudi yok oftan, yada uzan ay oftan Masihi yok oftan, imrozan ay oftan ama Rasulullah imroza yok sallallahu alayhi wa sallam Qur'an یک شنبه خبیدن و شنبه خبیدن اما تمام آیین اسلام تمام شریعت های پیشتران اثبات یافت که سید الایام روز جمعه بودن ما باید این ساعت ها را این دقیقه ها را این روز را غنیمت دانیم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که از این عمره و این عمره از این جمعه و این جمعه از این شب قدر و این شب قدر پروردگار گناه امت من را ببخشد از این جمعه و این جمعه چی لحظه کمبوتی کرده بودیم این ساعتا شینیم و دعا کنیم و عشق بزنیم که پروردگار گناه ما و شما را بزرد الله جلال الله شانه و این ساعتا را برای ما و شما ساعتای چی گردانند ساعتای رحمت و مغفرت و از ثواب و فضیلت روز جمعه و مشمار پروردگار و نصیب دارد سوره بقره پاره سهیم قرآن آیه رقم 281 ما دیروز در باره قانون 15 دقیقه گم زده بودیم این دانشمند در کتابش نوشته اگر روز 15 دقیقه تانم شما برای مطالعه یکان مجلات کتاب گذرانه پروردگار شما در نیروی میتگی مغز شما توزه میشه چی به امروز ذهن ها کن داره برای اینکه مردم ذهن میشه مشق نمیتیم 15 دقیقه گوده مغز سردم مشق ده 15 دقیقه مغز سردم مشق ده مشق مغز سر چی بوده یعنی زیر خوندن کتاب این سرای کدو را کجا میبریم و دیگاه سرا دیگه کدو شده هم بزرگان من دنگسه میگفتن آخه این سرا هیچی فایده نیست حضرت رومی هم مرمان شهران بوده گو گوشی کر بفروش شد گوشی خر بفروش شد گوشی کر بخر همین خرن 20 سال کار بفرمانن همین که بزنن هم خره یاده بسیاری ما را 20 سال معویزه میکنیم 20 سال میخونه هیچی نمیشه برای آنکه آدمی که گوشی رو گوشی خری باشه بزه بره سری رو سری خری باشه بزه بره مغز رو مغز خری باشه بزه بره گوشی خر گوشی خر گوشی کر بفروش و گوشی خر بخر تا اگر گوشی کر باشه مادرزای جمعه هم بگم بچاره کر کار هیچ گفت نداره و هیچ گفت نمیخنده نکه مادم اینکه گوشش رنگی گوش خر باشه و مغزش رنگی مغز خر باشه خدا رو هم گوشی خر بفروش و گوشی کر بخر گوشی کر بهتر بود از گوش خر همه خدا کارت کنه و خدا خرصفت نکنه آدم خرصفت در آمار کنی نمعویزه فایده میگنه اما پیغمبرم بیایی گوش نمیکنم باور میده در عهد پیغمبر بودن این خلق صفت بود در عهد رسول الله بودن این گوش مثلا که همه خرگوش و گوش خراب گوشی کر بهتر بود از گوشی خر تو که گفته این ذهن رو به معنی ببره و بشنی اخوان 15 دقیقه دیگه از خونه شما دیگه خیلی بشه گفته سیلول های شما ذهن شما مولکول های شما دیگه خیلی بشه بدن های شما دیگه خیلی بشه و بهترین پیشرفت گفته در بین دو سه سال شما دایل بشه
شیبان که پیشرفت نظر عالم اسلام نمیخوام 15 دقیقه نخوبتش ما 15 دقیقه شمک دیمارد زیبایی ردیشی و قانون 15 دقیقه را فهمیدی گفتن زیبایی بیشه فهمیدی اونقدر کوتاه که ای گفته تا هیچ محل به اونم گفته نمیتون که به اونم کابره 15 دقیقه ما دیروز چند شد بودیم تو میپاشه آخرانش هم گفتن 15 دقیقه را برای خوندن چی دو کنی روزن قلم 15 دقیقه شمیتون ای دنیا از کشاکش بیرون برویده یک قرآن میشید 15 دقیقه خان هر روز تو گفته برای 15 دقیقه وقت به ما کفتا نمیتونی چی به ما نمیتونی؟ این قانون تیلای زیدگی های گفته تو به ما کفتا نمیتونی 15 دقیقه هر روز تو خانی گفته است فکر کن که سال اگر 360 و 15 ما زهر بزنیم اینکه 60 اگر ما با 15 تقسیم کنیم 60 ثانیه ای ما یک ساعت داریم ای 4 حیصه یک حیصهش 15 میلیون دارم 60 دقیقه را 15 دقیقه شد فیدای یک کارو یا خواندن یا ورزش یا گذر این ما اگر ما این روز 30 را با 15 هزار بزنیم یک روی ما چند روزن 30 روز 15 میلیون اگر زنیم 450 میلیون بشتر 450 مینوت شما در ماهش صرف میکنید برای امکانیت ها برای خصلت های مده بس کردن برای کارهای بمعنی را بس کردن و سوی کتاب خوندن آمدن اگر ما 30 روز گیریم ضرب 60 ثانیه گیریم 1800 مینوت میشه یک ماهی ما اگر 1800 مینوت با 450 که در یک قومش تقسیم کنیم با از 4 حیصه یک حیصه ای 4 حیصه یک حیصه عمر در گفته ای 1800 ساعت مینوت تو اقلا گفته نمیگیری که از 1800 مینوت 450 مینوت نمیره برای امکانیت ها صرف کنیم در یک قوم به چقدر پیشنهاد بگیری این 15 دقیقه قانون تیلویه هیچ جواب از وقتا گفته میتونه برای 15 دقیقه هیچ کس اقلا همین روزا 15 دقیقه ای گام رو برای خوندن صرف کنیم برای خصلت های بد بس کردن صرف کنیم این سال زیاد و روز خدا بسیار چقدر ما پیشرفت میکنیم چقدر ما بودیم و تمام درجه های بالای انسانی رفته میرسیم اما این نظام و قانون نیست کسی گفته به این عمل نمیکنن کسی به این زندگی نمیکنن تا با کهیم داریم به این سرهای پر از جهن کجا میریم؟ کجا میریم به این سری پر از جهن؟ زندگی پر از تاریخ کجا میریم؟ تا با کهیم اگر ما ایره برای نسل ما این کارهای بمعنیگی مونه این برنامه‌های بمعنیگی مونه این بسوادی به علمی مونه برای نسل ما اگر میراث کنیم برای نسل ما هم حیف میشن نسل ما هم حیف میشن کتابی هست در علم سیاست شناسی با نام لیویاتان یک کتاب هست با نام چه بود عزیزان؟ لیویاتان لیویاتان همون اژدها رای هستن که قنات دارا از همهشان آور و علام ببرید بسیار در مقصد دیگر افسانه های کودکی و ملت فیلم های کودکی باید همه شما بگیریم از دهن اژدها چه ببرید؟ علام این اصلا میگم بنا همون قطعه اروپا دخالت داره این صاحب کتاب می نویسد یک وقت میگه در اروپا لیویاتان ها زیاد شدن چی ها زیاد شدن؟ لیویاتان ها همین اژدها ها زیاد شدن اینا شو اینا میگن مردم ها به درجه غم دادن که اینا مردم ها چی بستن میگن مردم ها مثل قرضدار کردن این اژدها ها کتابش ها می نویسد چیکار کردن؟ هر روز میگه هر سال می آوردن یک آدم جوان ها برای خوردنشان می گرفتن می بردن تا سال دیگه مردم هم نمی دادن این اجده رو به درجه زیاد شدن که یکی دیگه قدر نمو مال نمو ولی مقصد چه بگیم چیه و میگه مردم شیش و یک مسلحان دارد که چکار کنیم که این لیویاتان ها رو نیست کنیم باید رام شد یفتن در کاره یکی گفتی لخوناشون اول چیدن در کاره دیگری گفتی دندانشون رو چیدن در کاره دیگری گفتی خناتاشون رو شکستن در کاره دیگری گفت که همین خیلی آیس و آیس هم اینا نیست کردن در کورای که اینا جامعه در چکار زنه رو برمیستی هم
جمعیت همین مثلا آمد یک از دانشمنداشون خیلی بود چیکار میکنیم؟ گفت قنده اینا رو شکستن، دمدام اینا رو شکستن، ناخون اینا رو چیدن، علام دهن اینا رو نیز کردن، اینا رو نابود کردن. چی های گفت؟ فرزندان رو باید اهل ایل بکنیم، این لیویاتون ها همین اجده هاوی بدن، این همه رو مانا پاره برای گرفته بودن. تا گفت فرزندان رو کمان کرده درین اینا نداره، ای درین اینا رو چپن اکنم یا مرا بخورن. یکانه را ایگون رو نجات بیابیم این باید. هر انسان قسم میخره که ای خاندان رو باید یک قالیم برو رو جمعیت خدمت کنن. اینش دو باید در جماعت باشن، اینش در زراعت باشن، اینش در مزارت باشن، اینش در اینجا باشن. آهیسته آهیسته گفت ما این را محدود بکنیم، جاشو نمیگیریم. در صد ساله آینده ما هم نباشه که نسلی ما به یک برنامه سر قدرت میبیابیم مردم از دست این اژدها را خلاص میخورن. دیگر راه نیست، اینا را خودی جمع کرده نمیشود، اینا را زده نمیشود، اینا را خطر کرده نمیشود، اینا را کشته نمیشود. یگانه راهی که اینا را نصف میکنن نصف ظالمی به سواد است. برادر از هر یک خاندان باید یک آدمی به سواد باشد، از هر یک خاندان باید یک آدمی علمی باشد، از هر یک خاندان باید یک آدمی دانشمند باشد. اینها در تمام جامعه آینده ما باشد و خدمت کنند. در صد ساله آینده اروپا جهان گیریم، دنیای ما رو در چرخ او دو بخورد. چی وقت؟ برای که انسان های دانشمند زیاد دارند. این که این شخصیت در کتاب روش بنامی لیویاتان اژدها را یکی کوف بکن همه بسوزن. امروز این دنیا از دست این اژدها را گنده از رو بکشن. اینا دیگه رحم ندارن، نه در خون رحم دارن، نه در آبرود رحم دارن، نه در فرزند رحم دارن، نه در سلامتی رحم دارن. اینا رو یکانه رای هست بگید دانشمند. ما میگه اروپا را ای دست اینو با چه خلاص کردیم؟ فقط با چه خلاص کردیم؟ با واسطه این آدم های دانشمند. اما وقتی که این کمونی سر قدرت آمد یارو با چه نابود کرد؟ فقط نابود کرد. کی را کشت؟ بایی بودن. چی با برنامه ای لیلینیزم نمیدیم؟ برای این اجده رو قوت نگیرم، مردم ها چیکار نکنم، دلوم نکنم. گفته همین خیلی این کاری خطا کرد. این برنامه در این کتاب بسیار کلابریزی شده اگر اون چطوری باید نمیریم. همین قدر میگم که عزیز و دانشمند و مقصد مسلمان های محترم از خاندانتون یک انسان شایسته جمعیت فرقه کنید، توفه کنید، بچه هم دکتر های این بچه هم مقصد دیگم لایحکش های این بچه های من این شایسته های این بچه های من این های این بچه های من این های یک نفر اقلا شایسته باید در جمعیت خدمت کنند و طبق برنامه و دستوراتی که اونها رو مردم دین خدمت کنند، اوین خدمت کنند، مذهب در خدمت کنند. تا با کی میریم با این جهل؟ تا با کی میریم با این زندگی تولید بشه؟ نمیتونیم. روز تا روز بد میشه اگر خیرامون باشد. خشاب حالی اون انسانه که فرزنداش در این روحیه کلام میکنه، خشاب حالی اون انسانه که فرزنداش در روحیه علم کلام میکنه، خشاب حالی اون انسانه که خودش نمیخره، خودش نمیپوشه و آینده فرزند داره و باید برسونه برای جمعیت خدمت کنه. خشاب حالش انا نمیه پیشروی، انا نمیه ایمان، انا نمیه اسلام. این شخصیت همین تجربه رو در اروپا کرده بودیم. امروز اروپا رو ببینید، گفتم علامه اقبال لاهوری قوت مغرب نه از چنگ و رباب، او قوت شده از اون رقص رقص بازی و نیست، نه از رقص دخترانی به حجاب. او دختران به حجاب نیست بوده اونجا. شما گمان نکنه که ای به صبری و ای به سطری و ای به حیابی و از گربگانی و سگبانی اروپا پیش رفت. قوت مغرب که از علم و فن است، قوت مغرب بوده این دفن بشه از همین رو چرا آمش روشن هست. چه به این روزی قدر مگه کشور رای اروپایی پیش میرون؟ یک شهر لندن حول اعانی لفتش ده، یک شهر لندن مبلغ گذاری برآوردی بوجه یک شهر، همین شهر همین قطعه یک لندن مبلغ گذاری برآوردی ژاپن سرمایه شد، یک کلوبای فوتبالیشان برآورد کشورهای آسیای میانه فروش 20 میلیارد دلار مبلغ گذاری میکنند. قوت مغرب که از علم و فن است
200 سال پیش این اولی بدی تکلیفش میگه ما از روی این میگه پیشرفتیم که فرزندانمون در یک روحیه کلام کردیم که اینها شایسته شدن بعد 100 سال برنامه ما کار گیر گیری دیوتون از اتنا برای آدمین عزیز و هر یک انسان در اینجا عذاب بکشی در اینجا خنک میخوری در اینجا تشنه میمونی در اینجا گشنه میمونی در اینجا چیکاری میکنی نمیکنی یک فرزند اونا قربانی را این کنی خونه باید شایسته شد بهترین دکتران باید از خاندان اون باید بهترین مقصد دیگر پزشک های خاندان ما باید بهترین خیمیکا از خاندان ما باید ضرر داره یک تمون اومدیم، دو تمون اومدیم، سه تمون اومدیم چهارم اومدن گناهکار بشود همه این باید نباشیم این شخصیت گفته است اقلا 15 دقیقه عمر کنم همین روز هر ساعت 15 دقیقه شد برای مطالعه بذارونیم قانون 15 دقیقه در نظر چه نمیتابم خانه علم آموزه به این جهل و به این آداره کجا میدیم روحیم و بیانده ایمون چی بشود یکانه راهی نجات این علم قسم به خدا پیغمبری مورد علم چرا باید من هم آزدیم اینجا روشنی هم من ششتم چهره یه دیگری من هم ببینیم پیغمبری مورد علم چی هم؟ روشنی هم خواهیم که آینده تاریکی ما روشنی باشه این علم هم یکانه راه نمیده دوی اون مسئله این روزنون با میان نمونیم عزیزان دوامی سوره بقره آیه رقم 180 هم در باره ربا حضرت شام ولی الله دهلوی محدث دهلوی که علمای قرن نزدیک موهنی شخصیت می نویسند در کتاب خوش با نام حجت الله بالغه می نویسند ربا رو تقسیم هم پرسنت هم چند تقسیم بشته گفتن؟ ز تقسیم ربای حقیقی و ربای حکمی پرسنت حقیقی همان زیاد گرفتن هست که مردم در حالت قرض از مردم میگیرن مردم در قرض میتیه و در بالاش رو 1% 2% 10% 18% میمونه چیکار میکنن میگیرن این ربای حقیقی میگم بعد کار این کارو میکنن بازم قرض میتیه بالای وام شمیت قرض شمیت یا و فایز شم میگیرن ربای حکمی آن ربای هست که او را پیغمبر با طریق حدیث معلوم کرد این را گفتم پرسنت حکمی میگم یعنی در خرید و فروش ها هستن که این را اضافه میگرن اضافه چی هست؟ پیغمبر با انگور را به انگور ایواز نکنید گندم به گندم ایواز نکنید جمع به جمع ایواز نکنید تیلا را به تیلا ایواز نکنید نقره به نقره ایواز نکنید خرما را به خرما ایواز نکنید شرط چی را کنید؟ لا تبیو حته در بیل حته این و شعیر به شعیر تحت زراز است نکنه چی بر؟ وقتی شما جنس به جنس یار ایواز میکنه کم و پاستگی نسبت یه دیگرش میدونه این هم ربا محسوب شما اینا را جنس به جنس ایواز نکنه این پرسنت پرسنت حکمی میکنه که آن هم و این هم پرسنت گفته میشه در حدیث اومده که در امام بخاری روایت کرده بود است که جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام فرمودی لا ربا الا فی نسیه فایز نیست مگر در چیز در نسیه کسی که در تجارت و قرض میبره یعنی ربا تنها در قرض است مقصد از این است که ربا فقط در قرض در اینهاش به طریق حدیث جناب پیغمبر من کرده که کمی جنس را به جنس ها نفروشه مطلب این است که ربا ربای اصلی و حقیقی عموما همون ربایی را گفته می شود که انسان در حالت قرض از او فایده گیرد پرسنت کدام و پرسنت حق می شود همون یاره که قرآن نم کرده که کدام پرسنت های آدم پول می تیه قرض از بالای او مرمومه یا رچه می گه میعار فرق نداره بگذاری هر روز در بین مونم بگذار مرمومه مونم بگذار هفتهش مونم بگذار ده روزه مونم بگذار یک ساله مونم او را میگن میعاد قرض میتیم و میعادش کدی با فایزش طلب میکن انا همین ریبا را قرآن مطلقه حرام را مرد دیگر ریبا هایی را که پیغمبر در تجارت دومن شش نمود چیز هر چیزی که با ای جنس همین باشد چه خرما میفروشیم و چه سبزی میفروشیم و چه مقصد نخود میفروشیم و جنس و جنس اگر ایواز کنیم این هم ربا حساب بشه یعنی چه نخطه میتین رو یک سو یک ماه پس یعنی چه نخطه میتین شاید در بیرکان سپایزش زیادتر بیرن کم بیرن این هم محصول ربا بودن
این با طریق حدیث منش با یودای پس مانده هر آن جنسی که در دنیا هست پیغمبر در لفظ حدیث من کردن شش چیز هست اگر در دنیا هزار ده هزار چیزی هم که باشد جنس به جنس کلن ممکن نیست اگر جنساشون فرق کنن او ریبا حساب نیست آدم میتونه که گوشت گاو قدی گوشت گوسفند عریش کنن جنساشون ایش دار اینش ای گاو اینش ای گوسفند آدم میتونه که گوشت گاو و گوشت گوز عریش کنن آدم میتونه که گوشت شتر و گوشت گوسفند عریش کنن اما گوشت گاو و گاو نمیتونه گوشت گوسفند و گوسفند نمیتونه جنساشون یک هست هر چیزی را که جنسش یک می بیاید ما او را نمیتونیم عوض کردن برای دودگیری کردن نمیتونیم پیغمبر با طریق حدیث شکار کردن عزیزان من بشکردن اکنون برای ما اعمال چی معلوم شد؟ در این بیان هایی که ما در باره ربا بحث کردیم اکنون فایده چی را میگیریم؟ این مفصلی بزرگ آورده در کتاب باشه چی فایده گرفتیم؟ اول اینکه پرسین پیش از آمدن قرآن یک امر مشهور بوده ما گمان نکنیم که این پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و پرسین پیدا شد ولی رسول الله وجود نداشت پرسین در دنیا بود کدام پرسین؟ همون پرسین که مردم عرب قرض میداد و در اون فایز میگیرید این معروف بود یا مردم اضافه پولیش میگیرید این همین ربا میگفتن دوم اینکه حتی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ربا وقتی که حرام اعلام شد یگان صحابه دهن نکشاده دو دیده نشده قبول کرد باید ما و شما وقتی که پرسین حرام است دو دیده نشده گپ زیاد نکرده بس کنیم از کجایی که شبهه پرسین میگیریم شبهه فایز میگیریم فرق نداره این نقطه نظر معلوم میشه که پس ردیگان تمام شده هم نداره اوجه فایز میگه همین شبه این فایز حرام نکنش دیگه معلوم شد صحابه فهمید که فایز حرام نکن دیگه یک فایز شم حرام های ده فایز شم حرام های مقصد نول ازده پنج فایز شم حرام های حتی که حضرت عمر رضی الله تعالی هم در زمان خلیفگی شد هر چیزی دیگه شبه های ربا را میکردم هم کردم نکنه گفتم چرا برای اون که ربا ای زینو را بدن ریبا از عرق خفده برای اون که انسان وقت حرام خورد لقمه را حرام کرد عبادت قبول نمی شود از لقمه حرام اتفاق علماء لطفه حرام می شود از لطفه حرام فرزند ظالم به دنیا می بیاید یک ظالم ضرر در میلیون آدم می رسد اگر عرق یک عرق فروش چهار کس ضرر رسانه یک ظالم هزار آدم ضرر ریشش از همین ای عزیزو برای همین حالی که حکمتاشم بیان میکنم در فهم ما این معلوم شد که یگان مشکلات یگان اشتباه در زمان صحابه برای حرام بودن ربا وقتی معلوم شد یگان کلکان چی نبود پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان داره صحابهش را باور داره قرآنش را باور داره شریعتش را باور داره بعد ربا حرامه همون نوبت حرام شد یک مسئله شبهه در ربا و پرسین پیدا می شود باید ما از روش دیگاه می دوشده برای گناهی کبیره دیگر مسئله این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باره شش چیز در حدیث در باره خرید و فروش آن برای ما بیان کردن حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها را به پرسین داخل کردن اینها چنین شش چیز تیلا نقره، گندم، جو، خرما، انگور و با در نظر گرفتن این ایر در تخامون در آوردن با خرید و فروش مزانبه و محاقره را و غیر اینهایی که در حدیث ها آمد در فقه ما آمد حرام اعلام کردن مزانبه و محالقه کدام بود از ایزان آدم ها می آمدن میوه را باقه یکی از برای نو پونچه کرده خرید بکردن ولی پونچه کرده همون خرید میکردن حتی که نرخ ترمیوه را برابر تقمیوه ای ساکرده میدونم پوشن بوچه کم کستگی میبیوید این بای خریده را میبینه مزانبه محاقله اینا را پیغمبر من کردن پیش اگه پیش پرداخت میکنن باغا را میخنن پیش پرداخت میکنن میوه تر را کافت میخنن پیش پرداخت میکنن میوه کافه تر را کش میکنن این خرید و فروش ها با طریق حدیث گوهر باش هم پیغمبر چکار کردن؟ منع کردن در هر یک تجارتی که کمی می بیا، کاستگی می بیا، زیادی می بیا پیغمبر منع کردن
خداوند در قرآن میگه مایلون مایل بود، وادی جهنم بود، خودی جهنم از این وادی میترسد، حلاک بود، لعنت الله بود، کی در بود؟ همون انسان هایی که به دستاشون مینویسن شریعت سازی میکنن، به دستاشون چه مینویسن؟ شریعت سازی میکنن. خداوند یهود و مسیحیت برای بی لعنت کرد، به دستاشون کتابشون تغییر دادن. سه مراتبه میگه مایلون من ما یکتبون بی ایدیهیم، ویل بود برای اون کسایی که کتاب خدا رو به دستاشون تغییر میتیم، ویل بود برای کسایی که در درین اسلام جرایان سازی میکنن، گروه سازی میکنن، ویل بود برای اون کسایی که مکتب میسازن برای بیان کردن دین. برابر این خداوند با در دیگر جای قرآن میگه ویلون للمطففین، ویلون للمطففین، حرف چیز خدا ویل نمیگه. برای کسایی که گروه بازی میکنن، کتاب چقه میشون، تولاد تحریف کردن، دین سازی کردن، دین رسول کردن، دین را آورده به چی به تفریقه ها انداختن، فویلو للمسلمین، برای کسایی که نماز منافقی دارن، نماز قضا کرده میخونن، نماز در وقتش نمیخونن، ویل کن. در دیگر جا رو ویل للمطففین، جهنم انمو وادیش بود برای کسایی که تولاد خودی بازی میکنن، ترازو زنی میکنن. ریبان همیه زیادی گیری نه، یک بخش مسئله اجتماعی هست، با جمعیت بازی کردن در کار نیست. چی با مولی جمعیت بازی میکنی؟ چرا جمعیت خلق هم میتی؟ چرا جمعیت قشاق میکنی؟ چرا کارخانه جمعیت فساد میکنی؟ بعد او چه کارخانه های بار کشیدن میگیری؟ وقتی این مسئله که بهش پیامبر اکرم مایل گفتم، قرآن رو مایل میگه کسی به جمعیت بازی میکنه، نون جمعیت، پول جمعیت، کار جمعیت، عمل جمعیت، یک بخش همه ریبا هست و یک جا چه همه. در این سهیم پیامبر صلی الله علیه وسلم این پیامبر رو علیه شش نمون چیز هم چکار کردن؟ در ریبا برآوردن. در صورت دوم ضابطه آن چیز در معین کردن این فقه ها رو بسیار اجتهاد کردن و همین درجه آمدن هر چیزی که در عالمی شش چیز پیغمبر در حدیث معلوم کرده، همون اشیاء مثل همون شش چیز، جنس به جنس باشه، پیمانه به پیمانه باشه، اونم به همین قیاس میکنیم و حرام اعلام میکنیم. وقتی پیغمبر خرما و انگور و جو و گندم گفته، ماش و لوبیا دیگر تمام محصولات هزار نمودن باشه، در تگ این شش چیز میدروید. وقتی ما بوله جنس به جنس فروشه میبسیم، برینج هم به برینج نمیتونیم، ماش هم به ماش نمیتونیم، لوبی هم به لوبی نمیتونیم، گوشت گاو به گاو خودش نمیتونیم، در تحت همین میدرویم. این هم میگه این کارها این رو فهمیدیم. حضرت امیرالمومنین عمر ابن خطاب به این خاطر مبادا در اشتباه نغلطم گفته، تأسف نخورم گفته، چی به بسیاری مسئله های ریبا رو حضرت من کرد. سببش چی بود؟ چی به حضرت چی زده که شبهه ریبا داشت من کرد؟ برای که آخران آیه هایی که به رسول الله آمده که بده در قرآن آیه های پرسین بودن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم آیه های پرسین نازل شده بعد این ادیان گذشته بیان، پیغمبر خشم چی رو کردگی نبود استیان بیساری وقت فویزه رسول الله از دنیا گذشته بیان. برای که حضرت عمر گفتیم که از زبان پیغمبر همین خود چیز مفهمیدیم، هر چیزی ده که شبهه ریبا باشده منشه آخران آیت هایی که در قرآن برای رسول الله نازل شده گفته کدام آیت ها بودیم؟ آیت های فویز خرید پیغمبر را نازل شد، پیغمبر حجت الوداع را گذروندن، شش ماه بعدش عید میلاد گذشتن، چیزی را که دست راست ما بود بگه همین را گفتیم. پس مانده عزیز را چی مسئله های بونوس های، چی مسئله های فویز های، در او ذره شبهه فویز پرزنت های، امیرالمومنین گفته آیت های آخران عمر رسول الله من بشکردیم. بفضل الله از همین جمعه فردا بحث ما دوام میتونه. پروردگار در این شب جمعه در درآمدن سید الایام ما و شما را خداوند برای راست هدایت کنند. پروردگار ما در ذهن زکی عقل رسول را نصیب گردان تا از این مسئله های حلال و حرام فهمیم، تا این مسئله های حلال و حرام دین مون را راست کنیم، آیین مون را راست کنیم. پروردگار اتحاد ما را خلق کن، پروردگار حلال خوردن برای ما نصیب گردان، چگونه که رسول الله دعا میکردن خدایا برای من توفیق ده که حق حق بینم، نحق نحق بینم.
خداوند ما در توفیق دیگه حق حق بینیم نو حق نو حق بینیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى خير خلق محمد وعلى أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صبرنا ورزقنا إيماننا رفع وشكرنا